اینجای کار بایستی مفهوم و پیاده سازی اکسسیس رو یاد گرفته باشیم. در ادامه میخوایم بعضی از دیگر ویژگی های اکسسیس رو برای شما معرفی کنیم. یکی از این ویژگی ها نیم بیس اکسس لیسته که به شما کمک میکنه پیاده سازی اکسس لیست براتون راحت تر بشه و کار مدیران شبکه رو ساده میکنه. برای این کار من سناریوی اکسس لیستی که توی بخش قبلی پیاده سازی کردم، خود اکسس لیستش رو برمیدارم و کپی میکنم توی روتری که اینجا بالا آوردم. البته من فقط بالا آوردم، هیچ کاری نکردم روی این روترها. یا آی پی ادرسینگ خیلی ساده بدم، اینترفیس فست 0.0 آی پی 10.1.1.1 و سمت مقابل روتر R2 اینترفیس فست 0.0 آی پی 10.1.1.2 سه تا 255 صفر. خب پینگ هم قاعدتا بایستی داشته باشه. من میام اکسسیزی که توی بخش قبلی داشتیم صرفا کپی میکنم روی روتر R2 پیست. کپی پیست. خب اکسس لیست رو کپی کردم. الان من میخوام یه چند تا کار رو این اکسس لیست انجام بدم. دوست دارم به وسطای این اکسس لیست یه خطایی اضافه کنم. مثلا میخوام اینجا بالای اونجا که نوشته سکرتری بذارم پرمیت UDP any و بعد هم همین خط رو برش دارم. دقت بکنید اگر من تو اکسس لیست 101 بذارم پرمیت UDP any و شورام بگیرم اکسس لیست 101 رو اینکلود اکسس لیست 101 رو میبینیم که این خط به انتها اضافه شده، در حالی که من میخواستم بالای سکرتری اضافه کنم. پس نمیتونم. و بدتر از این، من اگر بخوام این اکسسی که اضافه کردم رو پاکش کنم، پاکش کردم و دوباره اکسس رو نگاه کنم، میبینیم اکسس لیست کلن پاک شده. یعنی نمیتونم یه خط وسط اکسس لیست اضافه کنم، نمیتونم یه خط از وسط اکسس لیست بردارم. خب این خیلی خوب نیست. چیکار باید بکنم اگر میخوام از امکانات همین اکسس لیست استفاده کنم؟ راهش اینه که این اکسس رو پاکش کنید، بیارید تو نوت پد، بعد بالای اون خطی که لازم دارید، مثلا مثل همینجا اکسس رو بنویسید UDP any و دوباره کپیش کنید. الان اگر من بگیرم show running config include access list، access list رو احتمالاً اشتباه نوشتم، ببینیم که اینجا permit UDP any اضافه. و اگر میخوام پاکش کنم کلن باید اکسس لیست رو بیارم تو نوت پد، بعد کلن اکسس رو پاکش کنم، بعد برم از تو خط اون خط مورد نظر رو برش دارم دوباره کپیش کنم. یعنی در واقع این اکسس لیست قابلیت اضافه کردن یه خط در وسط اکسس لیست، یه رول در وسط اکسس لیست، یا خاصیت پاک کردن یه رول از اکسس لیست رو نداره. برای اینکه این مشکل رو حل بکنیم بحث نیم بیس اکسس لیست رو معرفی میکنیم که ادیت کردن اکسس لیست رو برای ما ساده میکنه. البته قابلیت های دیگه هم داره که الان بهش خواهیم پرداخت. اولین مشکلی که وجود داره تو این اکسس لیستی که ما همین الان تا الان نوشتیم اینی که تو تمام خطا اکسس لیست 101 اضافه شده و از اینجا به بعدش فرق میکنه، ولی برای اینکه نشون بده همه اینا جزء یک اکسس لیستن تو همه خطا نوشت اکسس لیست 101. به جای این کار ما میتونیم از نیم بیس اکسس لیست استفاده کنیم که به جای دستور اکسس لیست از دستور آی پی اکسس لیست استفاده میکنه، که اینجا هم گزینه استانداردش رو شما میتونید استفاده کنید که توی
فصل توی بخش های قبلی در مورد استاندارد اکسسی صحبت کردیم، هم گزینه اکستنددش رو میتونیم انتخاب کنیم که من گزینه اکستنددش رو انتخاب میکنم. اینجا میگه نه تنها میتونید شماره بدید، میتونید اسمم بدید. اسم دادن به اکسسیس کمک میکنه که ما یادمون بیاد که این اکسسیس رو برای چی نوشتیم. پس من میگم کلاس تست، اکسسیسی نوشتیم به اسم کلاس تست که نشون میده که من برای تست نوشته شده و هدف دیگه ای نداره. و این رو کپی میکنم. ولی وقتی میخوام کپی کنم لازم نیست که این عکس 301ش رو بنویسم، من بیارم توی نوتپد پلاس پلاس که ساده تر بتونم اون تیکش رو بردارم. میام اینجا اینو کپی میکنم، بعد این دو خط اولش رو فقط برمیدارم، یعنی تا اینجا شو. بعد میام کپی پیست هست. به من کمک کرد که اولا اکسسم اسم بذارم، دوما به من کمک کرد که تو هر خط اکسس 301 رو نخوام اضافه کنم، به جاش یه اسم میذارم که برام قابل درک باشه و از کلمه پرمیت و دینای داخلش استفاده کنم. و برای اگر الان من بذارم شو ران این کانفیگ سکشن کلاس تست، یعنی اکسس کلاس تست، اینجا به شما نشون میده این برای تلنت، این دو خط، این برای منیجر، این برای سکرتریه، این برای تکنیکاله، این برای آی سی ام پیه، این برای فاینانشیاله الاخر. و حالا جالبتر اینه که اگر من اینجا بیام و شو اکسس لیست بزنم، اکسس لیست کلاس تست، میبینید که بغل هر رولی هم یک شماره داره که ده تا ده تا به صورت پیش‌فرض اضافه میشه. اگر من احیانا بخوام آی پی اکسس لیست اکستندد اسمش گذاشته بودم کلاس تست، اگر بخوام یه خط بالاتر از سکرتری اضافه کنم، کجا بود؟ توی قسمت قبل، یعنی اینجا بعد از 10-13، یعنی بعد از این که میشه رول سی، بین رول سی و رول 40 میخوام اضافه کنم، مثلا میذارم 35 پرمیت یو دی پی انی. حالا اگر من دوباره بیام و اکسسیس رو چکش کنم، حالا با هر روشی، شو ران این کانفیگ سکشن کلاس تست، میبینم که اینجا این وسط یو دی پی ان ای اضافه شد. و یا اگر بزنم شو اکسس لیست کلاس تست، باز هم میبینم که این وسط یو دی پی ان ای اضافه شد. حالا میخوام پاکش کنم، خیلی ساده از پاک کردنش، IP accesses extended class test. میگم نو 35، رول 35 رو پاکش کن. و اگر دوباره بزنم access list class test، show access list class test، اینجا میبینم که UDPN یعنی دیگه نیست و پاک شده. و یا بزنم show running config section class test، میبینم که اینجا UDPN یعنی دیگه بالای سکرتری وجود نداره. پس هم اسم گذاشتم به جای شماره، هم ادیت کردن اکسسیس برای من خیلی ساده شد. لازم خود رولم پاک کنی دیگه، همه رولا پاک نمیشه. یعنی من میتونم اصلا شماره نذارم، مثلا اینجا بنویسم 35 پرمیت UDPN انی، بعد بزنم الان اضافه شده. ببینید الان اینجا UDP any any اضافه شده، میذارم حالا no permit UDP any any. دوباره اگه شو بزنم کل اکسسیس پاک نشد، فقط همون خط UDP any any. هم با شماره هم خود رول رو بزنید، در صورت اون رول مورد نظر پاک خواهد شد. پس این یکی دیگه از ویژگی های اکسس لیست بود که خیلی هم به درد بخوره و معمولا انتظار میده شما از این متد استفاده کنید. متدهای قبلی فقط برای این بود که شما مفهوم اکسسیس رو یاد بگیرید و موقعی که میخواید توی سازمانتون پیاده سازی کنید، پیشنهاد میشه از این روش استفاده بکنید. اما ویژگی بعدی که میخوام بهش بپردازم، برای ترافیکایی که مقصد و یا مبدأش خود روتریه که اکسسیس روش پیاده سازی کرده. دقت بکنید، ما تو سناریوی قبل اومدیم رو سویچ لیر 3 اکسسیسی نوشتیم که ترافیکی که از ویلن 10 میره به ویلن 2 رو کنترل میکرد.
اما تا حالا نیومده این کارو بکنیم که ترافیکی که میاد به خود روتر و یا از خود روتر میره بیرون رو کنترل کنیم. بیایم یه مثال حل کنیم. من توی همین سناریو الان بین روتر R1 و روتر R2 من یه پروتکل IRGP هم پیاده سازی میکنم. روتر IRGP 1 عمدن این کارو میکنم به خاطر اینکه میخوام این مطلبی رو به شما نشون بدم. روتر IRGP 1 نوت سامری نتورک 4 تا 0 که الان اینجا مطمئنا IRGP بالا میاد و تشکیل همسایگی اتفاق میفته. اول بیام سر این صحبت کنیم که ترافیکایی که از خود روتر خارج میشه، یعنی مبدا خود روتره، و بعد میام در مورد ترافیکایی صحبت میکنیم که مقصد خود روتره. ترافیکایی که مبدا خود روتره، یعنی الان از R1 میخوام با R2 پینگ کنم، پینگ 10.1.1.2، یک خودش دو میخوام دیگه نتونه پینگ کنه، میام میرسم اکسس لیسته، میگم IP اکسس لیسته اکستندد نو پینگ دینای ICMP any permit IP any فقط جلوی پینگ رو میگیرم. بعد میام موقع فست 00 موقع خروج اپلایش میکنم. فست 00 IP access گروپ نو پینگ موقع خروج، یعنی ترافیک وقتی داره از اینترفیس فست 00 خارج میشه پینگ 10.1.1.2 همچنان پینگ میشه. شو اکسس لیست نو پینگ اصلا مچ نشد. پس اولین نکته که باید یاد بگیرید اینه که ترافیکایی که از خود روتر خارج میشه با رول های اکسس لیست مچ نمیشه، اصلا چک نمیشه اصلا که بخواد مچ بشه یا مچ نشه. چرا؟ چون این ترافیک ها معمولا ترافیک های مدیریتی هستند، تلنت، SSH، پینگ، تریس، و اینا رو اصلا چک نمی کنه با اکسس لیست که بخواد حالا بگه که من حالا اجازه بدم یا اجازه ندم. حالا بیایم ترافیک ها رو چک کنیم که مقصدش خود روتره، یعنی مقصدش مثلا خود روتر R1، میخوام که به روتر R1 نشه پینگ زد، میام میگم همین نو پینگی که داریم فقط روی اینترفیس فاستن SSH اون قبلیه رو برمیدارم، نو آی پی اکسس گروپ نو پینگ آوت، به جاش می‌نویسم آی پی اکسس گروپ نو پینگ این، و از R2 سعی میکنم پینگ کنم R1 رو، میگم پینگ کن 10.1.1.1 زد آن ریچبل، یعنی کار کرد. و اگه اینجا بزنم شو اکسس لیست نو پینگ، میبینیم که ترافیک مچ شد، ترافیک مچ شد. پس ترافیک هایی که مقصدشون خود روتره با اکسلتیس چک میشند، اما ترافیک هایی که مبدأش خود روتره با اکسلتیس چک نمیشه. این پس دو تا نکته. حالا میام ترافیکایی که مقصدش خود روتره یه جور دیگه می‌نویسم. می‌نویسم فقط بشه پینگش کرد، کار دیگه نشه کرد. میگم یه اکسس جدید می‌نویسم آی پی اکسس لیست اکستندد جاست پینگ. میگم پرمیت آی سی ام پی انی انی. بعد میام توی اینترفیس فاست اینترنت 00 آی پی اکسس گروپ جاست پینگ موقع ورود اون قبلیه رو برمی‌داریم، یعنی در حقیقت شوران این کانفیگ اینترفیس فست 00 میبینیم که این الان جاست پینگ شد و اگر پینگ کنم پینگ میشه. اما وقتی همچین اکسس سیستمی می‌نویسید که مقصدش خود روتره، حواستون به بعضی چیزا باید باشه. مثلا چی؟ مثلا این IRGP داون شد، شما یادتون رفت که بین دوتا روتر ترافیک IRGP جابجا داره میشه، یعنی من موقعی که ترافیک رو موقع ورود به روتر اکسس رو موقع ورود به روتر اپلای میکنم، حواستون به ترافیک های سیگنالینگ هم باشد. بنابراین من میام میگم IP اکسس لیست اکستندد جاست پینگ، یه خط اضافه میکنم permit
ERP یعنی الان انتظار دارم دوباره ERP بالا بیاد. بله دوباره بالا اومد. ترافیک های سیگنالینگتون رو فراموش نکن. اینم یه نکته. در ضمن در مورد ترافیک های منیجمنتی که وارد خود روتر میشه اکسس لیست های مخصوص وجود داره. یعنی چی؟ یعنی من میخوام که بگم روتر R2 اگه IPش 10.1.1.2 بتونه تلنت بزنه با R1، اگه IPش چیز دیگه این نتونه تلنت بزنه با R1، یا هر اصلا هر نودی تو این شبکه به شرطی بتونه تلنت بزنه که IPش 10.1.1.2. من میام یه اکسس جدید میسازم، اکسس جدید میام میگم که اکستندد اسمشو میذارم IP Access System تلنت، بعد توش میام میگم پرمیت تی سی پی هاست فقط 10.1.1.2 بتونه تلنت بزنه به 10 به هاست 10.1.1.1 اکوال 23 و 22، البته SSH هم بتونه بزنه. یادم نمیره که این اکسس رو اپلای کنم EIGRP میفته، پس یه پرمیت EIGRP NENE هم میزنم چون میخوام موقع ورود به اینترفیس فست اینترنت 00 اپلای کنم. یا میگم IP اکسس گروپ تلنت موقع ورود. حالا من دیگه پینگ نمیتونم بزنم مطمئنا آنریچبل، اما تلنت میتونم بزنم. اگه اینجا تلنت را بندازم، یوزر نیم رایکا، پسورد رایکا، یه لاین بی تی وای 0 تا 15، لاگین لوکال، و تلنت میزنم. تلنت 10.1.1.2 پسورد ست کردم که اینیبل پسورد رایکا لاین بی تی وای 0 تا 15 پسورد رایکا لاین لوکال 10.1.1 باید بزنم. پسورد رایکا رو برمی دارم، همون لاگین لوکال یوزرنیم پسورد 10.1. خب یوزرنیم رایکا پسورد رایکا تونستم تلنت. اما اگه آی پی این کامپیوتر عوض بشه، پس 0.0 آی پیش تبدیل بشه به 10.1.1.3 سه تا 255 0 و بخوام دوباره تلنت بزنم، همسایگی یه جاپی دان شد، الان دوباره آب پیشه قاعدتا دوباره آب شد چون آی پیشه عوض کرد. دوباره که تلنت بزنم به 10.1.1 میگه دستنشن آن رو چه نمیذاره. اما اگه آی پیشه دوباره برگردونم به 2، یه جاپی دان آب میشه و دوباره تلنت بزنم میشه. یعنی فقط با یه آی پی خاص میشه تلنت زد به روتر. اما برای این کار نیاز به استفاده از همچین اکسس لیستی نیست. اکسس لیست های مخصوصی وجود داره برای تلنت زدن و SSH زدن به روتر. پس اینو برمیدارم، اینترفیس فست اینترنت 00 نو آی پی اکسس گروپ تلنت موقع ورود اینو برمیدارم، و اگر من بیام توی اینترفیس فست اینترنت 00 نگاه کنم میبینم اکسس دیگه ای نیست. حالا میام یه اکسس استاندارد مینویسم، ساده میتونه اکستندد هم باشه ولی نیازی نیست. این اکسسی که دارم می‌نویسم مخصوص ترافیک های تلنت و SSH به روتره، برای همین لازم نیست شما بهش بگید تلنت یا SSH، لازم نیست بگید مقصد ترافیک کجاست، چون مقصد ترافیک به خود روتره. چون این اکسسی که مخصوص ترافیک های تلنت و SSH به روتره، نه لازم بگید مقصد کجاست، نه لازم بگید پروتکل چیه، پورت چیه، فقط بگو دینای کن، مثلا پرمیت کن، فقط پرمیت کن 10.1.1.2، همین یه نفر اجازه داره تلنت بزنه. و اینو بیا توی
لاین ویتی وای 0 تا 15 با دستور اکسس کلاس به جای اکسس گروپ، از دستور اکسس کلاس به جای اینکه تو اینترفیس اپلای کنیم تو لاین ویتی وای اپلای کنیم. شماره اکسسمون 1ه و جهتش هم جهت وروده. حالا هم میتونی خروج رو تست کنی باش، هم ورود رو میتونی، هم ترافیک های منیجمنتی که به روتر وارد میشه، هم ترافیک های منیجمنتی که از روتر خارج میشه. حالا اگه من تلنت بزنم میشه، و اگر آی پی مو عوض کنم دیگه نمیشه. یعنی مثل همون اکسس 3 داره عمل میکنه. اگر آی پی مو بکنم 3 پینگ دارم، چون دیگه اکسس دیگه ای ندارم. یا جی آی پی من دیگه دیسکارد نمیشه پکتاش، پینگ هم دارم، ولی اگه بخوام تلنت بزنم دیگه نمیتونم. 10.1.1.1 کانکشن رفیوز بای ریموت هاست. قشنگ به من پیغام داد که کانکشن توسط هاست مقصد جلوش گرفته شد. پس برای ترافیک های منیجمنت شما میتونید دستور اکسس کلاس استفاده کنید. با یک اکسس خیلی ساده، اکسس لیست 1 پرمیت، اون هاستایی که میخواید یا آی پی هایی که میخواید بتونن تلنت بزنن رو آی پی شون می‌نویسید. مثلا این بتونه اینم بتونه، بعد میام توی لاین وی تی وای 0 تا 15 اکسس کلاس، شماره اکسسم 1 و جهتش هم جهت ورود. به همین سادگی تونستم اکسس‌های منیجمنتی بنویسم بدونی که لازم باشه اکسس به اینترفیس اپلای کنم. چون وقتی اکسس به اینترفیس اپلای میکنه این خطر وجود داره که یادتون بره ترافیک های سیگنالینگ رو اد کنید و عملا برای یه مدت شبکتون بخوابه، ترافیک های روتینگتون دوچار مشکل بشه، ترافیک های مثلا آی جی ام پی مالتی کستتون دوچار مشکل بشه، و ترافیک های سیگنالینگ مقدمه ترافیک های دیتا است و اون اگه دوچار مشکل بشن مطمئنا ترافیک های دیتا هم دوچار مشکل خواهد شد. این هم پس بعضی از ویژگی های دیگه ای که تو اکسس لیست بود. نیم بیس اکسس لیست رو گفتم، در مورد ادیت کردن این نوع اکسس لیست رو گفتم، در مورد اکسس هایی که موقع ورود به خود روتر و خروج به خود روتر، یعنی مبدا مقصد ترافیک هایی که روتر هست، اینا چجوری با اکسس لیست باشون برخورد میشه، و در مورد اکسس های منیجمنت هم صحبت کردم.